یک نماینده مجلس رژیم تعداد دقیق نمایندگانی که دریافت کننده خودروهای شاسی بلند بودن رو فاش کرد. اون گفتش که این افراد برای خودشون یا کسای دیگه از جمله امامان جمعه این خودروها رو به صورت غیر قانونی تحویل گرفتن. اون اضافه کرد که مقام‌های دستگاه قضایی هم خودروهای رانتی گرفتن. همراه بشیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام می‌کنم خدمتتون آقای پرتوی، خوشحالم که همراهمون هستین. تو جریان همین افتضاح ماشین‌های شاسی بلند، آخرین حرفی که وزیر سمت کابینه رئیسی زد این بود که ما از همدیگه قابل تفکیک نیستیم، مردم نمیگن مجلس یا دولت، میگن حاکمیت و خلاصه هممون مسئولیم و توی یک کشتی نشستیم. شما حرفای این وزیر رو چطور میبینید، چطور ارزیابی میکنید و معنی اون چیه؟ خدمت شما و بینندگان محترم ایران آزادی، همکاران شما و کانونهای شورشی عرض ادب و احترام دارم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. از کنم حضورتون که شما چه سوال رو با چه نقل قول جالب و پرمعنی شروع کردید. ما از هم قابل تفکیک نیستیم، مردم نمیگویند مجلس، دولت، مردم میگویند حاکمیت، همه ما مسئولیم و همه ما در یک کشتی نشستیم. این سخنان وزیر سمت که در واقع وزیریه که استیضاح شده، بله. و اما آخرین حرف، این آخرین حرف وزیر سمت بوده. جالبه که پاسخ قالیباف، پاسدار قالیباف که رئیس مجلسیه که این وزیر رو استیضاح کرده، اینم بشنویم، خیلی جالبه به نظر من. میگه که قالیباف رئیس مجلس ارتجاع بعد از اعلام رأی آوردن استیضاح میگه که بنده وظیفه دارم، هم خودم هم از طرف مجلس، از حمایت ایشون، یعنی فاطمی امین، همین وزیر سمت که استیضاح شده، در این مسئولیت تقدیر و تشکر کنم و برای آینده و مسئولیت‌های دیگر و موقعیت ایشون و موفقیت ایشون در پست‌های دیگر از خداوند بزرگ آرزوی موفقیت بکنم. ببینید توی همین دیالوگ و همین سادگی واقعا چند موضوع اساسی دستگیر انسان میشه. یکی اینکه استیضاح شونده داره به استیضاح کنندگان که اعضای مجلس آخوندی باشن میگه با مسائلی مثل فساد و حاکمیت و فلان و اینا بازی نکنید، این جای بازی نداره. چرا؟ چون همه اینها میدونن که سرتاپای این حاکمیت، سرتاپای این حکومت منحوس آخوندی مملو از فساد، یعنی فساد نهادینه شده، صرف نظر از اینکه الان چند سال خامنه‌ای تقریبا به طور منظم در سخنرانیاش میگه فساد نهادینه نیست. اوائل که اصلا منکر فساد بود، الان میگه هست، کمبودهایی هست، ولی اینی که میگن فساد نهادینه است، این بسیار ادعای بیخودی و ادعای دروغیه. در صورتی که همینجا از این دیالوگی که بین رئیس مجلس و وزیر استیضاح شونده‌ای که وزیر سمت باشه، تو همین دیالوگ کاملا پیداست که ریشه فساد تا کجا پایین رفته. بنابراین سراپای این حاکمیت رو این فساد گرفته و مسئله این وسط، دعوا این وسط اینه که آقا با جامعه روبرو هستیم که در حال انفجاره، با جامعه روبرو هستیم که این روی این فسادها حساب میکنه، این در هممون در کشتی نشستیم و این کشتی اگه سوراخ بشه هممون رو غرق میکنه. معنی واقعیش فقط اینه. رئیس مجلس ارتجاع میاد تشکر و قدردانی میکنه از زحمات استیضاح شونده و برای او در پست‌های دیگه آرزوی موفقیت میکنه. چرا؟ چون همیشه در این حکومت فاسد هر کسی که به دلیل فساد، به دلیل اختلاس، به دلیل دزدی از یه پستی برداشته شده، فردای روز پست بالاتری بهش دادن. این مسبوق به سابقه است، 44 سال در این حکومت فاسد. این مسئله رو هم خود حکومتگرا میدونن و هم تمامی مردم میدونن، بنابراین در اینش کوچکترین شکی نیست. و یه نکته من این آخرش اضافه بکنم در رابطه با این سوال اول شما، اونم اینه که در این حکومت سرتاپا فاسد هر کسی که میاد و مسئله فساد رو در واقع مطرح میکنه، مسئلهش به طور واقع فساد نیست، از در فساد وارد میشه، منتها اهداف سیاسی داره و در
اکثر مواقع مسئله اینه که برای خودش و برای جنا و باند خودش سهم بیشتری رو میخواد، وگرنه ما دیدیم، شاهد بودیم، شنیدیم، همگی به خوبی بیاد داریم که خامنه ای چه هزینه گزافی رو پرداخت کرد برای این مجلس، برای این دولت، و این دولت هم اسم خودش رو فساد ستیز و به رهبری و سرپرستی سید محرومان که البته همون قاتل 67 باشه، الان میبینیم که در کمتر از دو سال به چه درجه ای واقعا رسیده و فسادی رو که میبینیم واقعا غیر قابل قیاس. آقای پرتابی، حالا ما فاکت های فساد توی این رژیم کم نبوده، از فساد تا اختلاس های بسیار دونه درشت، اما میخواستم ابعاد این رو هم نگاه کنیم، چون فاکت دیگه بود از یک نماینده مجلس دیگه در رابطه با همین خودروهای شاسی بلند، میگفتش که حتی این موضوع به قوه قضاییه و امامان جمعه، یعنی نماینده های خامنه ای هم به اونها هم رسیده و خلاصه اونها هم درگیرن. چه اتفاقی توی رژیم داره میفته و این وضعیت به نظر شما گویای چیه؟ ببینید، به طور واقعی اگه بخوایم تلگرافی بگیم دلایلش چیه، دلایل بنیادیش چیه، قیام مردم از پایینه، از پایین و قیام مردم و قیام کنندگان در 8 ماه گذشته در از 25 شهریور تا کنون چنان فشاری رو به این حاکمیت به اصطلاح یک دست خامنه ای آورده که در واقع اینو شقش کرده، به چندین تیکه تبدیلش کرده. دعوای تمامی، اگه بخوایم مخرج مشترک تمام دعواهای گروه‌ها و جناهای مختلف درون حاکمیت رو نگاه بکنیم، در واقع وجه اشتراکش همون چیزیه که وزیر سمت میگه که آقا ما در یک کشتی نشستیم، اگه سوراخش بکنی هممون غرق میشیم. در واقع این کشتی رو قیام مردم سوراخ کرده. و چیز به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمتری که در قیام شهریور 401 میشه به عنوان یک فاکت روش انگشت گذاشت، پیشروی بسیار بسیار بزرگیه که مقاومت ایران به صفت رهبری واقعی این مبارزات، به صفت داشتن کانونای شورشی در سنگرهای اول، در خاکریزهای اول، در مبارزات خیابانی تمام قد در مقابل حکومت آخوندی داره. پیشروی هایی که این مقاومت ایران کرده بسیار بسیار تونسته تاثیرگذار باشه، که آخرینش همین چند روز پیش و هک کردن سایت وزارت امور خارجه با 50 ترابایت اطلاعات بوده. بنابراین از یک طرف یک حکومت فاسد که اتفاقا خود فساد نهادینه در حکومت آخوندی یکی از بحران‌های لاینحلشه. درسته که این حکومت با کلکسیونی از بحران‌ها روبروه، از بحران بیکاری، بحران معیشت، بحران بازنشستگان، مستمری بگیران و و و بیکاری و تمام اینها، یکی دیگر از بحران‌های لاینحلش همین فسادیه که در این حکومت نهادینه شده. حکومتی که خودش مبارزات مردم ایران رو و حق حاکمیت مردم ایران رو به سرقت برده، قاعدتا انسان‌های شریف و شرافتمندی رو دور خودش جمع نمی‌کنه. یک مش دوز، یک مش اختلاسگر، فاسد، جنایتکار و بالفطره آدم کش دور خودش جمع کرده. بنابراین همین الانش هم تمام کشمکش ها سر مسئله بقاست. اینا میدونن که نه این فساد میتونه ریشه کن بشه و نه این حکومت میتونه یک دست بشه. از این بیشتر هزینه بده خامنه ای برای اینکه دولت حزب اللهی جوان بیاره، از این بیشتر خامنه ای هزینه بده که تک تک این نمایندگان همین مجلس رو خودش انتخاب کرده، خودش دستچین کرده و برده و در این مجلس نشونده. الان میبینی هر کدوم یک سازی میزنن. بنابراین خود جواب سوال شما، خود این مسئله یکی از بحرانهای لاینحلشه، به منتها العلیه رسیده، نه راه پس داره نه راه پیش. اگه قرار باشه از فساد و دزدی و اختلاس و آدمکشی واپس به تمرگ حکومت شاه 2 سال و 4 ماه بعد از اینکه واپس تمرگید سقوط کرد، من فکر نمی کنم این 24 روزم برسه بعد از اینکه واپس به تمرگ از یک حکومت انقباضی. بنابراین نمیتونه واپس به تمرگ و نمیتونه حلش بکنه. ما یاد به یاد داریم کسانی که میگفتن ما هم از سفره انقلاب سهم میخوایم. یک ملتی رو، یک مملکتی رو که جزو ثروتمندترین کشورهای دنیاست به
چنان زلالتی و به چنان فقری رسوندن که قطعات بدن میفروشن و خودشون سر خودرو شاسی بلند و که حالا در ادامه بحث من حتما صحبت این نماینده رژیم رو در نجف آباد خدمت شما بینندگان عرض خواهم کرد. حالا آقای پرتوفی، تو همین جنگ باندی و سر همین موضوع خودروی شاسی بلند که بسیار افتضاحش همه جا رو گرفته، الان شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان خامنه ای تو این رابطه گفته که این موضوع الان یک فریب رسانه‌های ضد انقلاب اینطوری نسبت داده، بعد گفته که اینا میخوان دستاوردهای پی در پی نظام رو مثال هم زده، گفته مثلا مثل سفر رئیسی به سوریه میخوان اینا رو تحت شعاع قرار بدن. پاسخ شما به این صحبت و به این حرف چیه؟ عرض کنم حضورتون که پاسدار شریعت مداری، در واقع شگنجگر حسین شریعت مداری، سردبیر ورقپاره کیهان، ایشون خب شاگرد خود ولی فقیه ارتجاعه. جدای از این که حالا این سمت قبلا به مهدی نصیری تو این سمت بود و الان تمام قد وایساده و داره برای ولی فقیه ارتجاع کرکری میخونه و نظام رو فاسد و نمیدونم غیر قابل اصلاح و رفتنی و اینها داره چیز میکنه، که حالا مربوط به این بحث و مربوط به سوال شما نیست. من تا در جواب مشخص پاسدار شریعت مداری، اگه روزنامه دنیای اقتصاد روز 18 اردیبهشت مقاله‌ای که داده، اگه این روزنامه ضد انقلاب و معانده، خب بریم ببندینش اگه راست میگیم، برای اینکه مطلبی که من الان جلوی دستم دارم اتفاقا دقیقا در جواب سوال شما داره در از من از روزنامه دنیای اقتصاد 18 اردیبهشت گرفتم. ابوالفضل ابوترابی نماینده رژیم در نجف آباد در این مورد میگه که در این مورد توضیح میده، میگه رژیم میگه که برخی میگه که ما در اوایل به نمایندگان مجلس خودروهایی داده بودند که این خودروها دناپلاس بود که خود بندم گرفتم، بعد از اون معلوم شد که به تعداد دیگری از نمایندگان خودروی شاسی بلند دادن و آمارش هم میده، میگه 57 نماینده اومدن این خودرو رو تحویل گرفتن، این خودرو رو بهشون دادن و همونجا هم تاکید میکنه، در همون روزنامه در همون روز تاکید میکنه، میگه تعدادی از این خودروها به آشنایان، به اقوام و فامیل، به امامان جمعه و فرماندارها تحویل داده شده. و بعد که 229 نفر از نمایندگان مجلس اومدن نامه نوشتن و گفتن که آقا ما چنین خودرویی تحویل نگرفتیم، با احتساب 290 نفر نمایندگان مجلس که 4 نفرشون استعفا دادن دیگه در پست‌های خودشون نیستن، بنابراین معلوم میشه که 57 خودرو تحویل داده شده به طور واقعی به شیوه غیر قانونی برای رشوه دادن و برای جلوگیری کردن از این مسئله‌ای که در مورد وزیر سمت بوده. همونطور که عرض کردم مسئله استیضاح دولتی که منتخب و دستچین خود ولی فقیه ارتجاع بوده، از طرف مجلسی که تک به تک افرادش از صافی‌های بسیار بسیار ریز ارگان‌های مختلف بیت رهبری گذشتن تا به مجلس رسیدن، خودش در واقع تمام قد نشون میده که این حکومت هر کاریش که بکنی مسئله فساد، دزدی و اختلاس و اینکه همگی میدونن به هیچ وجه در هیچ رابطه‌ای نمیتونن کوچکترین تغییری در ساختار به وجود بیارن. کوچکترین تغییر در ساختار این حکومت پوسیده تا بن استخوان فاسد، در واقع با توجه به حضور مردم در خیابان‌ها، با توجه به حضور هوشیار مقاومت مردم ایران در تمام زمینه‌ها، در واقع باعث میشه که دوباره جرقه خورده بشه و همون چیزی که وزیر سمت گفت، قایقشون سوراخ بشه و همگی غرق بشن. اینه که اتفاقا در همین مقاله‌ای که شما بهش اشاره می‌کنی به باند روحانی هم پریده همین پاسدار شریعت مداری، در برخورد به باند روحانی و جلساتی که اینها می‌گیرن و تز و تئوری‌هایی که میدن به اونها هم رحم نکرده. ولی در جواب مشخصش اینا روزنامه دنیای اقتصاد
چاپ 18 اردیبهشت من مطالب ما از اونجا گرفتم. خب کدام روزنامه معاند یا انقلاب ضد انقلاب خارج از کشوری بوده؟ این به تبعیت از خامنه ای که تمام این انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو تهدید دشمن میدونه و عوامل دشمن میدونه، نه مردم ایران. بله آقای پرتوی، من می‌خواستم اگه شما خودتون در پایان در تو همین موضوع فضاحت خلاصه فسادی که سر همین موضوع ماشین ها که الان به نظرم کامل گفتی، ولی با این حال اگه بازم نکته داشتین بفرمایین، اما من می‌خواستم از حضور شما استفاده کنیم و به همینطور به موضوعی که چون شما در سوئد هستین و خبری هم که از پارلمان اونجا شنیدیم در رابطه با اینکه گفتن که نام سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا گذاشته بودن، من اگه بخوام براتون بخونم خبرشو، گفتن که امروز شاهد رأی قاطع پارلمان سوئد به قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بودیم و خلاصه می‌خواستیم از اهمیت این موضوع و اون چه که در اونجا داره میگذره برامون بگیم. عرض کنم حضورتون که در پایان در اون بخشی که مربوط به این مسئله فساد میشه، من فقط میخوام این نکته رو اضافه بکنم که مخصوصا مردم ما بسیار هوشیارن، جوانان ما و در واقع پیش قراول مبارزات مردم ایران که کانونهای شورشی باشن بسیار بسیار هوشیارن و خوب میدونن که حکومت آخوندی رو نمیشه از فساد جدا کرد. حکومت آخوندی در واقع من اگه بخوام بسیار تلگرافی و خلاصه و مفید تشریحش بکنم، یک مریض جزامیه که تمام کسانی که به این حکومت نزدیک میشن در مراکز تصمیم گیری و مراکز قدرت این حکومت نشستن بدون استثنا همگی فاسد، همگی برای این فساد و برای به تاراج بردن اموال و دارایی های مردم ایران آدم کشتن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، کودک کشتن، در شکنجهگاه ها بهترین فرزندان این مملکت رو شکنجه کردن و به قتلگاه بردن. بنابراین تا اونجایی که به مسئله فساد برمیگرده، اینها از روز اولش هم به عنوان یک حکومت اشغالگر، همونطور که مقاومت ایران به خوبی این ادبیات بسیار بسیار به نظر من با معنی و با مسما رو استفاده میکنه، اینها اشغالگرانی هستن که خودشون هم میدونن ماندگار نیستن. بنابراین در چپاول کردن نان سفره این مردم واقعا از همدیگه دارن سبقت میگیرن و بدون این چپاول و فساد حتی یک نفرم تو این حکومت نمیتونه یک روز دوام بیاره. تا اونجایی که به این برمیگرده، در جواب سوال شما، بله خبر بسیار خوبی بود. البته این خبر برمیگرده به اواسط هفته گذشته، من خدمت شما و بینندگان عرض بکنم، پارلمان سوئد تشکیل شده از 8 حزب که دولت کنونی یک دولت ائتلافی 4 حزبیه که در اصطلاح اینجا توی سوئد بهشون میگن احزاب بورژوازی و یا احزاب دستراسی، که 4 حزب ائتلاف کردن و دولت رو تشکیل دادن. عرض کنم که اون 4 حزب دیگه‌ای که در اپوزیسیون هستن، در اصطلاح بهشون احزاب چپگرا و یا احزاب دست چپ میگن، که اونها هم از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار هستن. من همین امروز در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ سوئد می‌خوندم که آخرین آماری که گرفته شده، احزاب 4 حزب اپوزیسیون 9% از 4 حزب در قدرت محبوبیتشون بالاتره. اینا در واقع سر هیچ مسئله‌ای برای شما بینندگان شاید جالب باشه، هیچ واقعا اشتراک مساعی با همدیگه ندارن، سر هیچ مسئله‌ای با همدیگه هیچ نوع توافقی ندارن. منتها در هفته گذشته، اواخر هفته گذشته، رهبران این 8 حزب با دستور جلسه مسئله بررسی کردن مسئله سپاه تروریستی پاسداران جلسه تشکیل دادن و همونجا رهبران حزب این نتیجه رسیدن که این ارگان مخوف جنایتکار رو باید در لیست تروریستی قرار داد. کاملا قابل پیش بینی بود که در اولین جلسه رسمی مجلس این لایحه که از طرف رؤسای این حزب، این 8 حزب تهیه شده، اکثریت آرا رو بیاره. مجلس سوئد از 349 کرسی داره، تمامیت، حتی یک رأی ممتنع و یا یک رأی مخالف هم نداشت، تمامیت مجلس سوئد پشت این قضیه رفتن که در چارچوب اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن
و این بسیار جالبه که دوستان بدونن دولت سوئد همیشه نسبت به حکومت آخوندی سیاست ملایمتری داشته، همیشه سعی کرده پشت سر کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان، مثل انگلیس، مثل فرانسه راه بره. ولی این که چنین موضعی میگیره در واقع نشون میده که حکومت آخوندی در چه انزوای بین‌المللی هستش و واقعا دست مقاومت ایران درد نکنه که از این افشاگری ها و تلاش هایی که در سطح بین‌المللی کرده حتی تونسته به گوش سیاستمداران سوئد و بعد مجلس سوئد هم برسه. واقعا دست مریضات داره و جای تبریک به قیام کنندگان ایران داره واقعا. بله، با تشکر از شما های بهروز پرتوی تحلیلگر امور سیاسی از سوئد که توی این گفتگو همراه ما بودین، در رابطه با موضوع فساد رژیم گفتین و همینطور آخرین خبری که از پارلمان سوئد بود و درخواستی که سر لیست گذاری سپاه کرده بودن. ممنون از حضورتون آقای پرتوی، خدا نگهدار شما. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.